قوم قدیر است، جشن شادی امیر است، دل تبت به مولا و نبی علی وزیر است، و نبی علی وزیر است. بسم الله الرحمن الرحیم. قدیر از زبان مولا عنوان کتابی است که در این کتاب صاحب قدیر که امیرالمؤمنین علیه السلام باشه برای ما از قدیر خودش صحبت میکنه. به عبارت دیگه آنچه که از امیرالمؤمنین سلام الله علیه در طول زندگانیشون درباره قدیر به ما رسیده در این کتاب منعکسه. طبعا عنوانی که برای کتاب و نامی که برای این انتخاب شده بر این اساسه که نگفتیم قدیر از زبان علی علیه السلام، نگفتیم قدیر از زبان امیرالمؤمنین علیه السلام، بلکه قدیر از زبان مولا. چرا مولا؟ برای اینکه پایه قدیر من کنت مولا فهازا علیون مولا هست. خب ما قدیر رو از زبان مولای قدیر برای شما میخواییم عرضه بکنیم. انگیزه ای که این تألیف داشت و اتفاقا همون گونه که تخمین زده میشد عملا هم این آثار دیده شد، اینکه خب شما اصطلاحاً درباره هر چیزی که صاحبی داره، یه خانه‌ای صاحبی داره، حالا ممکنه اوصاف اون خانه رو از افراد زیادی که به اون خانه رفت و آمد کردن شنیده باشید، اما چه کسی میتونه مثل صاحب خانه جزئیات اون خانه رو برای شما توصیف کنه؟ اکثر مردم که دیده باشن ظاهری از امر رو دیدن، اما او همه جوانب ظاهر و باطن مسئله رو برای شما میگه. حالا با یه همچین دیدگاهی و لطافت و ظرافتی که شنیدن قدیر از صاحب مظلوم اون داره، یعنی آقا امیرالمؤمنین اون صاحب قدیری است که او را از خانه خود بیرون راندند اهل سقیفه، و ما اون مظلومی که به خانه خودش خیلی علاقه داره، به قدیر خودش بسیار محبت داره، از زبان یه همچین کسی سوال میکنیم و از او خواستیم که درباره قدیرش برای ما صحبت کنه. پیداست که شیرینی خاصی داره و لطافت خاصی، به خصوص اگر بدونیم که اینا فقط گفته به صورت گفتار محض نیست، بلکه گاهی مواقع دشمنانی و مخالفینی و پایه‌گذاران سقیفه ای مقابل حضرت در می اومدن و حضرت در پاسخ به اونا و جواب اونها قدیر رو پیش می کشید، قدیر رو مطرح می کرد، درباره قدیر صحبت می کرد. و بعضی وقتا خود امیرالمؤمنین اون در واقع درد دل از دست رفتن قدیرش و اون مظلومیتی که تو قدیرش منعکس بود بر زبان جاری میکرد و باز از قدیر خودش دفاع میکرد، و بعضی وقتا هم همینطوری بدون اینکه مربوط به مظلومیت قدیر باشه حقایق قدیر رو برای مردم بیان میفرمود. شاید برای من و شما بسیار شنیدنی باشه که این مواضع و این زمانها و مکانهایی که امیرالمؤمنین درباره قدیر صحبت کرده چه موقعیت‌های حساسی بوده. اون زمانی که برای بیعت اجباری اهل سقیفه طناب به گردن امیرالمؤمنین انداختن و او رو با ضرب و شتم زهراء مرضیه از خانه بیرون بردن و تا مسجد آوردن و مقابل ابوبکر وایسوندند و شمشیرها رو بالای سرش گرفتن و گفتن باید با ابوبکر بیعت کنی. تو یه همچین موقعیتی
امیرالمؤمنین سلام الله علیه قدیر رو بر زبون آورد. ای مردم که منو میخواید وادار به بیعت کنید، شماها نبودید که در قدیر با خود من بیعت کردید. چقدر زیباست جایی که قدیر از زبان امیرالمؤمنین در اوج مظلومیت درباره همون چیزی که بر سر او بیعت کرده اند با او داره احتجاج میکنه. ببینیم که در اوج مظلومیت صاحب قدیر در زمانی که خودش حاکمه، 5 سالی که خودش خلافت رو در دست گرفته در ظاهر امر، در اون موقع به قدر قدیر از ذهنها فراموش شده که میترسه این نسل جدید دیگه خبر از قدیر نداشته باشن، اونها رو جمع میکنه در میدان بزرگ کوفه، اصحاب پیغمبری رو که حاضر بودن در قدیر در اون مجلس حاضر میکنه و در اونجا اونها رو قسم میده که بلندشن و درباره قدیر شهادت بدن و اونا بلند نمیشن. این مظلومیت جاییست که قدیر بر زبان علی جاری میشه. حالا مجموعه آنچه از امیرالمؤمنین علیه السلام درباره قدیر رسیده، اینها رو در 3 بخش ما در این کتاب تقسیم کردیم، با این نگاه که قبل از شروع هر قطعه تاریخ یه مقدمه‌ای برای آمادگی ذهن مخاطب قرار دادیم و بعد اون کتاب رو، اون حدیث رو و اون قطعه تاریخی رو عینش آوردیم. بخش اول توصیف قدیر از زبان مولا، یعنی امیرالمؤمنین علیه السلام قدیر رو چگونه توصیف کردن و جزئیاتش رو فرمودن و اون داستان رو اصلا خودشون نقل کردن. دوم استدلال با قدیر از زبان مولا، یعنی آقا امیرالمؤمنین علیه السلام از زبان آقا امیرالمؤمنین اون جاهایی رو که استدلال کردن بر خلافت خودشون، بر حقانیت خودشون، بر اینکه حق خلافت برای من است، با قدیر استدلال کردن. اینم بخش دوم. و بخش سوم اتمام حجت هایی که امیرالمؤمنین علیه السلام در برابر دشمنان و مخالفین و کسانی که طرفداران سقیفه بودند به عنوان اتمام حجت مسئله قدیر رو به میان آوردن. حالا این مقدمه‌ای که در کتاب نوشته شده رو من بخونم. قدیر در سایه صاحب قدیر، پیداست که در سایه سار صاحبش حرکت میکنه. زیباترین تحلیل قدیر از لسان مبارک صاحب مظلوم آن امیر المؤمنین و یعصوب الدین و قائد القر المحجلین علی ابن ابی طالب است. همان گونه که برافراشتن پرچم بلند قدیر به دست یداللهی آن حضرت از اولین لحظه رحلت مبلغ اعظم آن آغاز شد و در روزگار سقیفه مولا علی بود که نگذاشت میراث عظیم قدیر و این پایه اصلی اسلام زیر خاکهای مرده صحیفه مدفون شود. او بود که استخوان در گلو و خار در چشم تلاش بیوقفه برای قدیر عزیزش به کار گرفت و به تبیین آن پرداخت که مبادا زنگار سقیفه آینه تمام نمای آن را از چشم مردم دور بدارد. خب به هر حال این کتاب با این فضایی که داره و برای مخاطبینی که زمان کم در نظر داشته باشند در صفحات کمی تدوین شده، تونه یک جلوه زیبای دیگری از قدیر و جای خالی دیگری از ابعادی که قدیر برای خودش تدارک دیده تأمین کنه و در واقع بتونه یه نگاه دیگری از نگاه‌هایی که برای ما روشن بکنه که قدیر جای کار بسیاری داره و قدیر ابعاد و زوایای متعددی برای کار کردن داره به هممون نشون بده انشاءالله.